سلام هموطنان و همتبانانی عزیز، درود بر شما. امیدوارم ماه مبارک رمضان را به خیر سفری کرده باشید و عید را در کنار فامیل و دوستان خود به خوشی و شادی آغاز نموده باشید. این بار خواستم از بریزن کمی صحبت کنیم، البته به اجازه شما. خب طوری که همینجا میدانید، متاسفانه زن افغان همیشه مظلوم و بدبختی زن روی دنیا بوده. این را من و شما و تمام دنیا هم میدانند. ما همیشه سر زن و خواهد خود خشونت کردیم، ظلم کردیم و حقوقشان را زیر پا گذاشتیم. یک زن فقط در افغانستان مظلوم است، یک دختر فقط و فقط در افغانستان از آزادی و حقوق خود محروم است، از علم همچنان. اما بزرگان و اجداد ما مثل ما ظالم و بدفکر نبودن. افغانستان یک کشوری آزاد و خیلی پیشرفته بود. مردم و ملت افغانستان مردمی آزاد و روشنفکرترین مردم روی دنیا بودند. اما سوال این است، این همه ظلم علیه زن چرا؟ و علتش چی هستش؟ آیا فکر میکنید این از مردی و از غیرت است، یا فکر میکنید یک مرد مالک یک زن میباشه؟ اگه اینطوری فکر میکنید پس لطفاً بس کنید و بیدار شوید، چون این کاملا اشتباه هستش. فراموش نکنید همه ما انسان هستیم، خدای همه ما یک هست. یک مرد و یک زن دوبال یک پرنده می باشند و یک پرنده هیچ وقت نمیتونه با یک بالش پرواز کنه. از همین خاطر همیشه دوست باشید، همراز و همسفری هم دیگر باشید و دنیا گلگلزار. اما فقط من میخوام اینو بهتون بگم، لطفاً توجه کنید. متاسفانه دشمن به زور و زور با کشت و کشتار به خاک ما اومد، کشوری ما را ویران کرد، کودکان و جوانان و بزرگان ما را کشت، تا جانی که تانیز همی را برباد کرد. بالاخره به روح و جانی ما جا گرفت، مفکوری ما را چنج کرد، همونطوری که خودشان بودن ما را ساختن. و من به عنوان یک شهروند افغان از همه شما هموطنان عزیزم خواهش میکنم، لطفا بیدار شوید. جنگ و خشونت بس است. باید ما همیمان به آینده کشور خود و فرزندان خود فکر کنیم و باید به فکری هموطنان خود باشیم، درد کنیم یکی دیگه مانه و باور کنید اگه همی ما دست به دست داده یک جا بشیم و I'm sure که یک آینده خوب و روشنی را رو پیش رو می داشته باشیم. ما متشکرم از همیتون.